مسئولان ریاست معادن ولایت هرات نگران ریک برداری های خودسر از سوی برخی از افراد در این ولایت می باشند. با گفته مسئولان این اداره، با آنکه تمامی قراردادها در بخش استخراج معادن ریک به سنگریزه هرات به اتمام رسیده، اما دیده می شود که برخی از افراد به گونه خودسر دست به استخراج معادن ریک در این ولایت می زنند. ضیاءالحق پوپل رئیس اداره معادن و پترولیم ولایت هرات می گوید برای جلوگیری از این مشکل تاکنون از سوی این اداره چندین مکتوب برای مسئولان امنیتی هرات در شهر و ولسوالی ها ارسال شده است. فعلا ما قرار را در سطح هرات نداره، متاسفانه به شکل خودسر مردم محل این معادن استخراج میکنن و ما برای نیروهای امنیتی ولایت، خود مقام ولایت، نیروهای امنیتی ولسوالی های خود ولایت هرات مکاتب ارسال نمودیم تا از این خودسری ها جلوگیری شد. ساحات کمرکلاق، پشتون پل، پل هاشمی و شهیدای هرات از جمله مکان هایی گفته می شود که ریگ برداری های خودسر در آن وجود دارد. مسئولان ریاست معادن و پترولیم هرات از مسئولان امنیتی می خواهند تا در این زمینه جدی عمل نموده و مانع استخراج معادن ریگ و سنگریزه در این ولایت شوند. کاملا این موضوعات اونا خودسر هستند. ما در ساحات که به شکل ریگ برداری غیرقانونی میشه امرای نیروهای امنیتی هماهنگ ساختن، برای ولسوالی ها مکتوب دادن و خود ما هم به شکل که میرین و دستات میبینین برازم تذکر دادن میشه و ما ساحات مشخص میکنن و با موقعیت مشخص از دوره برای نیروهای امنیتی را پور از دوره روان میکنن و این نیروهای امنیتی ما باید داخل اقدام بشن، به خاطر که ریاست معادل ما بخش ملکی هست و ما پلیس یا عسکر و اردو نداریم که بتونیم جلو از نور بگیریم، خودسری ها هسته ولی ما اختارهای خود بر از نور میدین. در همین حال عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرمانده امنی ولایت هرات مواصلت مکتوب از اداره معادن و پترولیم این ولایت را تایید میکند و از تلاش های نیروهای امنیتی در این زمینه سخن میزند. مکتوب رسیده، پلیس ولسوالی ایجیل در این راستا با جدیت و قاطعیت برخورد میکنند با افراد و اشخاصی که از داخل رود و یا جایی که ریگ برمیدارند جلوگیری صورت میگیره. خب شما میفهمید که در حدود 45 کیلومتر ساحه‌ای که ریگ برداری صورت میگیره و پلیس هم توان 100% حضور نداره تا اینکه 45 کیلومتر تحت ساحه و پوشش خود قرار بده. گفته نیست پیش از این وزارت معادن کشور با برخی از شرکت ها قراردادهای یک ساله در راستای استخراج معادن ریگ و سنگریزه ولایت هرات را به امضا رسانده بود که تمامی این قراردادها تا ختم ماه سامانه سال جاری به اتمام رسید. با این حال گفته می شود وزارت معادن و پترولیم کشور در تلاش است تا میکانیزم موثری را در راستای استخراج قانونی معادن ریگ و سنگریزه ولایت هرات روی دست گیرد. اما سوال اساسی اینجاست که عدم تمدید قراردادها که ظاهراً بایستی در سطح وزارت صورت گیرد چه زمانی محقق می شود و این تأخیر زمانی چقدر در امر استخراج غیرقانونی نقش دارد؟